آیت الله علی خامنه ای پس از عرصه اقتصادی در عرصه پزشکی و بهداشت نیز دستورالعمل‌های تازه‌ای منتشر کرده است. آیت الله علی خامنه ای فقیه حکومت ایران در مقام کارشناس پزشکی و بهداشتی دستورالعملی برای بهبود وضعیت بهداشت و پزشکی مردم صادر کرده است. این در حالی است که ایران، مردم ایران از کمبود پزشک و دارو رنج میبرند و روزانه صدها تن در اثر بیدارویی و فقدان خدمات پزشکی لازم جان میدهند. داروهای قاچاق نیز جان بسیاری از مردم ایران را تهدید می کند و گفته می شود در جریان معاملات دارو در ایران باندهای وابسته به حکومت فقیه طی سالهای پس از انقلاب ده‌ها میلیارد دلار به جیب زدند. آن سوتر آنچه که میان پارلمان اروپا و جمهوری اسلامی می گذرد. مسئولان جمهوری اسلامی در برابر قطعنامه تازه پارلمان اروپا درباره نقض حقوق بشر در ایران واکنش‌های مختلفی نشان دادند، در حالی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ولایت فقیه پارلمان اروپا را به شدت مورد انتقاد قرار داده است، حسن روحانی حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی این قطعنامه را در مرحله گامی مثبت نامیده است و در وین مذاکرات اتمی فرستادگان تهران و نمایندگان پنج به اضافه یک به کجا رسیده است و خبرهای دیگر. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، با شما عزیزان خواهیم بود، بررسی خواهیم کرد آنچه را که در این مقدمه عنوان شد در گفتگو با آقای ناصر محمدی عزیز روزنامه‌نگار در لندن و در استکهلم آقای فرده صابری تحلیلگر سیاسی. تا لحظاتی دیگر. آقای محمدی عزیز سلام و درود بر شما. عرض ادب دارم جناب شرنگی خدمت شما، جناب صابری و شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران. آقای محمدی، 13 به 10 در لندن این یک شنبه گذشته برگزار شده بود نیست؟ والا هم شنبه و هم یک شنبه گروهی از ایرانیان در جاهای مختلف لندن به هر حال اجتماع کردن، در برخی از پارک ها، در برخی از مرتعه ها در واقع، و سیزده رو بدر کردن. حالا اونایی که سبزه هاشون رو تو آب انداختن و سبزه گره زدن، اونایی که دنبال بختشون هستن، به هر حال در حد امکانات توانستن این سیزده رو، این آیین رو برگزار بکنن و خب این مایه دلگرمی است که در هر جای دنیا هموطنانمون و به طور عمده تر فارسی زبانان یه همچین مراسمی رو اجرا میکنن. خب بله، در لندن دو روز اشاره کردید برگزار شد، کار از محکم کاری نمی کنه. در واشنگتن، منطقه واشنگتن یعنی ویرجینیا و واشنگتن و مریلند یک شنبه گذشته برگزار شد، در برخی از شهرهای کالیفرنیا یک هفته پیشتر، در این منطقه که گفتم یک شنبه یعنی همین پریروز،
پریروز یک شنبه گذشته و باز در یه مناطقی مثل سان دیگو از کالیفرنیا اونجا اونها هم پریروز برگزار کردن. به حال باید روزای تعطیل باشه اینم، بله درست، و به هر شکل این سنت رو نگه داشت. ببینیم در سوئد، ضمن سلام به آقای فرده صابری عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت آقای محمدی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به من هم به سهم خودم سینزه بدر که در استکهلم بود، البته بنده با دوستان و آشنایان بودم، ولی خوب در یک جای کوچیکی رفتیم، به هر حال اون مراسم اجرا کردیم، بسیار هم عالی بود. امیدوارم نایز من سینزه بدر گفتم پریروز که سینزه بدر نبود که آقای چالنگی، به هر حال چون در تمام یعنی درست خود روز 13 برن که تو لندن گفتن یه شنبه و شنبه برگزار کردن، همینطور شهرهای آمریکا از این نظر پرسیدم. مال ما نه، همون روز 13 بدر همه این کار انجام دادن. البته خوب میدونین که روزی کاری و اینا میشد وسط، ولی خوب انجام دادن. به هر حال خیلی مرخصی گرفتن اینا به این کار انجام دادن، به هر حال طبق رسوماتی که هستش. ایده ای هم روز شنبه گذاشتن یا یک شنبه رفتن اینا. بله از این بله، خوشحالیم که با دوستان آشنایانتون رفتیم به 13 بدن. به هر حال در غربت معمولا اینجوری دیگه، وقتی خانواده نیست به هر حال باید با دوستان و آشنایان که همون مثل خانواده میمونن، با هم دیگه اینجا بزرگ شدیم، با اونا به هر حال هم سفر میشیم اینجور جاها. بسیار امیدوارم سالی بسیار خوب باشه برای تمام کسانی که سبزه گره زدن در ایران، خارج از ایران، هر نیتی که دارن با هر اعتقاداتی برآورده بشه. و اما پس از 13 بدر، آقای علی خامنه ای، آقای محمدی، این همه تخصص رو یک کسی که حتی از طرف روحانیت میبخشید گفته میشه که دارای بسیار شرایط مرجعیت نیست، یعنی در همون مسائل مذهبی مربوط به روحانیت شیعه هم دارای تخصص اعلایی نیست به قول حوزوی ها، بله، چطور هست که در عرصه اقتصاد ایشون رهنمودهایی دادن که بعدا خودشون گفتن متاسفانه به اونا دست پیدا نکردیم مال سال گذشته، باز دوباره برای امسال رهنمودهای اقتصادی دیگه به اضافه با مدیریت جهادی دادن و الان هم در زمینه پزشکی؟ یعنی این همه تخصص آقای خامنه‌ای از کجا میارن؟ فردا ممکن در علوم فضایی و در زمینه کشاورزی، معدنشناسی، علوم بحری و بری همه. خب همین هم هست جناب چلنگی، مگه یعنی تا به حال ایشون در هر امری مداخله کرده و فقط مونده بود مثلا در امر پزشکی؟ وقتی دستورالعمل ایشون رو میخونید میبینید ده ها بند و ماده داره و البته حالا خبرگزاری مهر میگوید ایشون با مشورت مجمع تشخیص مصلحت چنین دستورالعملی رو صادر کردن. هر کدوم از این بندا رو که شما نگاه بکنید خودش به اعتقاد من یک کاری است که احتیاج به تصویب یک قانون داره. یعنی درست آقای خامنه‌ای آمده است در حیطه وظایف دولت و مجلس دخالت میکنه. شما وقتی نگاه میکنین از بند یکش همینجوری، حالا هر بندی خودش چندین قسمت داره، هر قسمتی رو که نگاه میکنیم، هر ماده و بندی رو که نگاه میکنیم احتیاج به کلی کار داره. یعنی این با دستورالعمل و شعار دادن و این چیزا انجام شدنی نیست. از طرف دیگه ما یه وزارت بهداشت داریم، یه دولت داریم و یه مجلس هم داریم. خب وزارت بهداشت که اهل تخصص اونجا هستن، اهل علم اونجا هستن، اصلا کارشون مسئله بهداشت و درمان هست، چه بهتر بود که در هر موردی خب چیزی رو می نوشتن، لایحه‌ای رو می نوشتن، به مجلس عرضه می کردن، مجلسی که در امور بسیار بسیار کوچکتر این همه
در واقع سر صدا میکنه و دخالت میکنه، یا مثلا دیدار آقای جنتی با خاتمی میشود واسه یک مسئله بزرگ، بنشینه در این موارد بررسی بکنه و واقعا تحلیل بکنه و بعدا به صورت قانون در بیاد و اجرا بشه. والا با دستور آقای رهبر و شعار دادن، نه بیمه درمانی درست خواهد شد، نه این کار به سامان خواهد رسید. با وجود همونجوری که شما در مقدمه اشاره فرمودید، با کمبود دارو، با کمبود پزشک، با فرار حتی پرستاران، خب با چنین چیزی که با دستورالعمل رو نمیدونن آقا فرمودند و رهبر فرمودند درست نخواهد شد. عرض کردم واقعا دخالت در حیطه کار دولت هم است. فردا اگه شما از وزارت بهداشت بخواهید که آقا چرا وظیفتو انجام ندادی، خیلی راحت میگوید آقای همچی دستوری داده دیگه، باید بریم دنبال اون. و من واقعا وقتی اینو میخوندم میدیدم آخر نه تخصصی توش هست، نه آگاهی توش هست، اشرافی توش هست. و تازه حالا فرض بکنید که لازم هم باشه، که لازم هم هست که سیستم بیمه در کشور درست بشه، به رهبر چه مربوطه؟ رهبر باید سیاست‌های کلان رو تعیین بکنه در هر موردی. اینا به نظر من جناب چالنگی بیشتر بازی دادن مردمه، بیشتر شعارگونه است، چون هم که دیده این طی این سالها از جمله همین مسئله اقتصادی، پارسال هم مسئله بود، حالا که امسال کردن سال مقاومت اقتصادی، و چگونه مقاومت اقتصادی با مدیریت که جهادی، با مدیریت جهادی، و چگونه استش که حالا بحث یارانه ها اگر مطرح بشه واقعا بیان هر کدومشون اظهارنامه بنویسن، بعد معاون رئیس جمهور میگوید وقتی که نوشتن پس ما میتونیم اطلاعات جمع کنیم ازشون. واقعا آدم میبینه که یک سیستم گداپروری، با کمال معذرت دارم میگم، یه سیستم گداپروری رو درست کردن، هر کسی بنویسه آقا من ندارم، بعدش هم زیرش آقای روحانی میگوید بنویسید. جان میدونم، فقط یه اشاره کوتاه میکنم، آقای روحانی میگوید که آقا بیان یارانه نگیریم تا ما به اهداف عالی نظام برسیم. کدوم اهداف عالی نظام؟ حالا دستورالعمل آقای خامنه ای هم عرض میکنم بیشتر به واقعا یک شعار شبیه هست تا اینکه یک دستورالعمل اجرایی باشه. معذرت میخوام که طولانی شد. اختیار آقای فرد صابری، آقای محمدی میگم به رحم هر چه مربوطه که در، یعنی رهبر جمهوری اسلامی البته، که در زمینه پزشکی و بهداشت دستورالعمل بده، حال اون که آقای فیروز آبادی میگن فرمان رهبر فرمان خداوند است. خب آقای چالنگی چطور به ایشون مربوط نیست وقتی که تمام کارگزاران و کارگزاران حکومت از ریز و درشت همه موظف هستن هر بر اساس قانون اساسی حرف و نظر رهبر رو تبعیت کنن، و ایشون هم خب بسیاری از پیروانش رو معتقد هستن که با امام زمان، امام دوازدهم شیعیان در ارتباط هست و الهاماتی هم حتی در حد پیامبران به ایشون نسبت دادن که الهاماتی به ایشون از آسمان میشه و بقیه مسائل. چرا نه؟ چرا نباید در مورد پزشکی صحبت کنن؟ جناب چالنگید، البته من فکر میکنم جناب محمدی یه مقدار کم لطفی کردن، چون آقای خامنه‌ای بهتر از همه ما بلده که چقدر سایکوپات دور ورش هست اینا، به همین دلیل این نظرات پزشکی رو میده، به خاطر اینکه خودش میدونه که روانی وقتی شما زیاد داری باید یه جوری رهبری بکنی این روانی ها رو. شما همین نگاه بکنین صحبت های همین آقای فیروز آبادی، سرتاپا قیافش شما نگاه میکنی یعنی مریضه، هم از لحاظ روانی هم از لحاظ جسمی. آخه کسی که به اون بشکه هست او احتیاج به تشخیص یه دکتر داره. خوب بهترین کسی که میتونه این کارو بکنه من فکر کنم آقای خامنه‌ای هست که میخواد بکنه. این البته بغیر از مسئله اون شوخیش، یک واقعیتی هم این جنبه شوخیش داره، به خاطر اینکه آخه در هر کشوری جناب چالنگی شما نگاه بکنید، وزارت بهداری داره، وزارت بهداشت داره، وزارت تأمین اجتماعی داره، هر کدام اینا مسئولین دارن، مسئولین اینها همشون تحصیل کرده هستن، وقتی صحبتی میخوام بکنن بر مبانی و اصول اون تحصیل و آمارهایی که در جامعه وجود داره صحبت میکنن. خب آقای خامنه ای، من خودم نمیفهمم ایشون
بر اساس چی صحبت ها رو میکنه. خب و در یک اساس من میتونم فکر بکنم که ایشون میتونه بکنه، چون ایشون تنها کسی که میدونه که چقدر روانی در دور و برش هست، به دلیل اینکه شما میدونه که روانی زیاد هست، سایکوپات زیاد هست. بر اساس آقا مسئله ببینید آقای صابری، مسئله اطرافشون نیست، هم شما هم آقای محمدی یک نکته رو نادیده میگیرین. من سعی کردم توضیح بدم. میفرمایید بر چه اساسی چون این نظرین آقای علی خامنه ای، آیت الله علی خامنه ای، فقیه عالی قدر، ایشون رهبر جمهوری اسلامی هستن؟ یعنی اینکه طبق قانون اساسی تصمیم گیرنده اول و آخر همه امور هست در ایران هم بله وزارت بهداشت هست در ایران هم، همه امور هم یک وزارت خونه عریض و طویل داره. ولی آقای علی اکبر صالحی، مسئول سازمان انرژی اتمی و وزیر خارجه پیشین و و و و سمت های دیگه، ایشون وقتی که میگن ما از نظرات هسته‌ای رهبری استفاده میکنیم، خب رهبرم لابد در مسائل هسته‌ای اینقدر تخصص داره که یه آدم متخصصی تحصیلاتش در همین رشته ها بوده، بالاخره به ایشون میگه که از نظرات آقای خامنه‌ای استفاده میکنه. حرف اینه، شما میپرسید بر چه اساسی؟ پاسخ این هست، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر اساس نظام حکومتی در ایران. جناب شرعی چرا نه؟ درسته، آره درسته، بر اساس اون قانون اساسی که شما میگین، برای قانون اساسی خود جمهوری اسلامی که پشت من هم هست اینجا هم نوشته، بر اساس همین قانون اساسی هم غیر عرفی و غیر قانونی از صحبت ایشون. اونجا نگفتن که آقای خامنه‌ای بر اساس کوچکترین مسائل کشور بیاید نظر بدهد و بر اساس اون نظر مسئولین برن کار بکنن. کلی گفته است در اونجا که آقا ولایت فقیه در مورد قانون اساسی کلیاتشو تصمیم میگیره. حال مسئله انرژی اتمی شما گفتیم، انرژی اتمی یک مسئله چون ملی هست، امکان داره از آقای خامنه‌ای بخوام بپرسن که آقا مسئله چون منافع ملی در میان هست، شما نظر شما چیست؟ ولی نه مسائل کوچکی مثل بهداشت و بهداری و مریضی و بیمارستان و دوا و دکتر و اینها. به قول آقای محمدی، وقتی شما پزشکان شما فراری هستن از کشور، وقتی پرستارای شما روزانه داره فرار میکنن از کشور، تحصیل کرده های شما داره فرار میکنن، بر اساس چی شما این تئوری ها رو میدی؟ شما تئوری رو باید بدی که بتونی عملش هم انجام بدی. وقتی شما عملش نتونستی انجام بدی، تا صبح بیا از همین تئوری ها بده. اینا فقط برای سرگرم کردن خودشونه به نظر من. ولی من فکر میکنم خود آقای خامنه‌ای بهتر از ما میدونه، شفافتر از ما میدونه که روانی در دوره بر در دستگاه دولتی چقدر هست. اون یه مسئله دیگه است آقای صابری، اینی که روانی هست یا نیست ما نمیدونیم. تا یک نکته دیگه هست، از نشونه ها شاید شما تشخیص میدین چون اینه. یک نکته هست، وقتی که آیت الله خمینی در همون آغاز که کارشناسان پزشکان زیر فشارهای بسیار، آقای فاضل بود فکر کنم وزیر بهداری شده بود، کسی که همسر خودش رو لو داده بود و به قتل رسونده بودن، اعدام کرده بودن، عضو سازمان سیاسی بود فکر کنم مجاهدین خلق بود همسرشون، که لو داده بود و اعدام کرده بود. در همون زمان ها که کارشناسان شروع کردن بیرون رفتن و پزشکان، آیت الله خمینی این حرف رو زد که پزشکان بروند، ما تعهد میخواییم، تخصص برای اون چندون مهم نیست. و ما حرف ایشون هست، حرف چشما در حوزه پزشک تربیت میکنیم، طبیب تربیت میکنیم، حکیم تربیت میکنیم، به لغت آقای خمینی. خب لابد آقای خامنه‌ای بعد از این همه سال فکرش کرده در حوزه جای پزشک تربیت میکنه. الان تمام مدارس جای مختلف دانشگاه پر از روانی شیعه است. در شرکت نفت شما ببینید آقای محسنی اجهی الان خودش متخصص نفت شده از بابت درآمدهای نفتی. چرا نه؟ یه ملایان شیعه بسیاری پزشک شدن، بسیاری تربیت شدن، آمدن، به خصوص وقتی که میگن طب سنتی، یک مقدار گلبرنجاس و بقیه چیزا میدن دستشون را میفتن در عنوان پزشک عمل میکنن. چرا نه؟
جناب آقای شاوری؟ بله جناب چلنگی، ببینین یکی از دلایل و مشکلات کشور همینه. شما مریضی هایی که در ایران هست، مریضی هایی که 100 سال پیش در ایران رفته و دوباره شیوع پیدا کرده، از قبیل وبا، از قبیل خیلی سالک، نمیدونم خیلی از این مریضی هایی که 100 سال پیش از ایران رفته بوده وجود نداشته. اینا شما میدونین ما چقدر بیمار ام اس تو ایران داریم، ام اس که اصلا بچه ها میگیرن این ام اس رو، که اصلا وحشتناکه. تو این کشورها شما همچین بیماری در بچه نمیبینین. خب این دلیلش چیه؟ خب دلیلش همینه که شما دارین میگین جناب چلنگی. وقتی یک معممی بیاد در مورد همچین چیزی نظر بده و بگه که آقا ما تحصیل کرده پزشک احتیاج نداریم، ما پزشک نمیدونم فلان میاریم، نمیدونم از قم میاریم، یا آقای اژه‌ای که شما گفتین که I think this is joking، یعنی واقعا یک جوکه که آقای اژه‌ای بشه مسئول نفت. خب معلومه دیگه کشور اینجوری. آقای حسابی جوک نیست، ایشون در معاملات نفتی اصلا میلیاردها دلار تا به حال صاحب شدن با ایشون. درسته، درسته جناب چلنگی، کلاهبرداری و رشوه خواری اینا شما میکنی، دلالی میتونی بکنی، ولی به عنوان یک آدم متخصص نفت شما نمیتونی از این آدم راه بکنی. این آدم ده تا انگشتش بهش نشون بده، بگو آقا این ده تا انگشت زب در هم دیگر بکن، اگه تونست بکنی این کارو. ایشون نمیتونه این کارو بکنه. و چجوری میتونه همچین آدمی مسئول نفتی کشور باشه؟ دلال میتونه بشه؟ آره پولی میگیرن و دلالی میکنن. خب اینا هم که میدونن دیگه، همهشون تقریبا از پایین تا بالاشون فساد درشون نهفته شده، بغیر از این چند نفری که با آقای جدیده که اومده، آقای روحانی که اومدن، اینا آدمای تحصیل کرده و آدمای فهمیده هستن که واقعا آدم میتونه با اینا حرف بزنه. شعورت چرا اینو میفهم؟ ببین اجازه بدید مقایسه نکنیم. برای همین آدمایی که شما دارید اشاره میکنید، اینا در دولت‌های پیشین هم بودن، یعنی در دولت‌های پیشین هم بودن. آقای زنگنه بگید یا همین آقای ظریف و بقیه، آقای با پور محمدی، شما چطور میتونید حرف بزنید؟ نه من تمام بقیه‌شون گفتم ایده، یعنی آقای... این رو من چون پرسش ممکنه بینندگان ما باشه، در دولت آقای احمدی نژاد هم افراد تحصیل کرده کم نبودن. نه من آقای صالحی که مثال زدیم، شما از کجا مطمئن همین الان خدمت شما میگم. ببینید تحصیل کردن با تفکر کشور جلو بردن، زمین تا آسمون فرق میکنه جناب چلنگی. وقتی آقای طیب نیا مسئول اقتصادی کشوره، حرف که میزنه جامعه رو میشناسه، وضعیت کشور میدونه و میخواد این جریان رو ببره جلو. من حالا نمیگم که آدم درستیه، کسایی که تمام توی این نظامن خودشون زیر سوالن، ولی آدمایی هستن که بلدن چی کار بکنن، حرف بلدن بزنن، بلدن دو تا چهار تا بلدن. ببینید الان ما داریم میبینیم یه جای دیگه، اینی که بلدن حرف بزنن نزنن یه بحث دیگه است. راجع به دولت آقای روحانی ما فعلا صحبت نمی کنیم، برای اینکه راجع به برنامه پزشکی آقای خامنه‌ای منظور هست صحبت کنیم. شما ببینید همین الان یکی از حرفایی که میشه زد خب همین هست که بله دولت موظف امور پزشکی کشور هست، و شما یک نفر رو در دولت آقای روحانی نشون بدید که بیاد راجع به این برنامه پزشکی آقای خامنه‌ای صحبت کنه. تا الان چند تاشون بسیار تایید کردن و از این پس من ضامن که اکثریت این رو سر لوحه برنامه های خودشون اعلام خواهند کرد، از آقای طبیب نیا گرفته تا برگشون. کمان که آقای طبیب نیا راجع به همین سال اقتصادی که اعلام کرد آقای خامنه ای، ایشون هم تایید کردن که بسیار به اصطلاح رهنمودهای خردمندانه ای بود اون چی که آقای طبیب نیا گفت راجع به برنامه آقای خامنه ای. بله بله حتما به این نکته باز خواهیم گشت فرد عزیز. اما آقای محمدی گرامی ببینید، در تاریخ روشنفکری آنچه که روشنفکری نامیده بشه، آنچه که به انقلاب 57 منجر شد، افراد به خصوصی اثرگذار بودن. از بابت آقای علی شریعتی که یک عده از انقلابیون بیشتر مذهبی ها اینها رفتن به دنبال آقای علی شریعتی و برحال سر از انقلاب در بودن. گیرم که بعد از سالها همراه حکومت بودن، پونز در پیشانی دختران ایران فرو کردن در خیابانها،
و شکنجه دادن و بازجو بودن و کشتار مردم در کردستان، به خصوص در کردستان کسانی هستند الان در طیف اصلاح طلب در ایران که اینها شخصا آدم کشتن در کشتارهای کردستان. خب بعد از سالها حالا آمدن این ورو از مخالف شریعت، یعنی یک زمانی سینه چاک میدادن که فاطمه فاطمه است عنوان کتاب شریعتی، الان مقاله می نویسن از مانیفست جمهوری خواهی تا اینکه فاطمه فاطمه نیست. بنابراین یک علی شریعتی، دو جلال آل احمد. شما و من خاطرمون هست که آقای آل احمد از سینه چاکان و هواداران نه تنها آیت الله خمینی که هوادار شیخ فضل الله نوری بود، او رو شهید اعلام کرد و اعلام کرد که روحانیت شیعه درباره آقای خمینی میگفت قبل از به قدرت رسیدن، خب آل احمد فوت کرده بود، روحانیت شیعه از مهد تا الالحد اختیار و زمام امور زندگی مردم رو در دست داره، یعنی وقتی به دنیا میاد در گوشش دعا میکنه و وقتی به قبر گذاشته میشه باز هم تلقین میکنه براش. این حرف بله. آقای آل احمد بنابراین مجاز هست و باید بین این دو تولد تا مرگ هم اختیار کشور و مردم رو در دست بگیره و در همین مسیر بود که شیخ فضل الله به گفته آل احمد شهید شد و خمینی رو آل احمد ارج گذاشت. و میدونیم که آقای جلال آل احمد نفوذ بسیاری داشت در جریان روشنفکری در ایران، هم از چپ، مارکسیست، ماویست، مذهبی و بقیه، و بیرقدار و مورد ستایش و پرستش کنفدراسیون دانشجویان ایرانی بود که الان نقش مهمی در انقلاب داشتند. کنفدراسیون دانش، حرف آقای آل احمد چه اشکال داره؟ الان آقای خامنه ای داره همون کاره، امور پزشکی هم یکی از امور مهم مهد الالحده، حرف بله. اشکالش کجاست؟ در مورد نقش روشنفکران و به طور کلی نقش روشنفکری دینی یا اینهایی که میگویند تجدد دینی دارند و فلان، خب نقش بسیار بسیار مهمی در انتهای انقلاب داشتن و میدونیم که در حوزه روشنفکری هم نقش بسیار عجیبی داشتن، تأثیر بسیار زیادی هم گذاشتن و به ویژه آقای آل احمد که داریم صحبتش رو میکنیم، خب از وقتی که برگشت از اون افکار گذشته رفت مکه و خسی در میقات و نوشت و بعد قرض زدگی و غیره رو اساسا یه مکتب جدیدی به وجود آورد، به قول شما اینه که یک ملایی از گهواره تا گور همواره همراه آدم باشه و دستور بدهد. و خب جالب استش که بسیاری از روشنفکران چپیمون هم رفتن به همین طرف. وقتی آقای شریعتی رو مطالعه میکنین باز میبینیم که افکار عمق چپی هست، میگویند ظاهر قضیه حالا مذهبی باشد و فلان، ولی مسائل اقتصادیش در عمقش وقتی میری مسئله سوسیالیستی است. حالا بحث در مورد نقش این روشنفکران در انقلاب بسیار بسیار موسع و طولانی خواهد شد، اما با اون نکته ای که مورد نظر شما هست که بله ولی فقیه هست و باید دستور بدهد، بسیار خوب، این ولی فقیه اولا طبق قانون اساسی باید عمل بکنه، اصل 110 قانون اساسی یک وظایفی رو روشن کرده و نهایت اینکه سیاست‌های کلان رو تعیین بکنه. همون قانون اساسی ضمن اینکه ولی فقیه رو تعیین میکنه، نسبش میکنه، اختیارات بهش میده، آقا دولت رو هم آخه تعیین کرده، مجلس رو هم تعیین کرده، وزارتخونه رو، پس اینا همشون کشک که در واقع بوده و حالا هم میبینیم. شما میفرمایید که چه اشکالی دارد که آقای خامنه ای به عنوان ولی فقیه، ولی مطلق فقیه دستور بدهد، به خاطر اینکه اساسا همه امور مسلمین، همه امور مردم ایران در دست ایشون باشه. بسیار خوب، وقتی که دستور میده نتیجهش همین هستش که الان داری،
دستور میدن آقا به فلان شرکت ها. خیلی جالبه، به نیروی انتظامی 185 میلیون دلار نفت میدن که نیروی انتظامی بده به یکی از شرکت‌های خودش که تازه این صحبتش شده، بده به شرکت‌های خودش که اون ببره نفت و بفروشه. حالا نیروی انتظامی میگوید نه، در تفریق بودجه 91 آمده. حالا نیروی انتظامی میگوید ما چون اعتبارات و تخصیص اعتباراتمون کم بود این 185 میلیون رو برداشتیم واسه خودمون. خب این دستورا رو کی میده؟ آقای خامنه ای از این نوع خب صحبت اقتصاد میکنن. اقتصاددانان اگه خاطرتون باشه در همون زمان آقای احمدی نژاد بعضیاشون واقعا تحت فشار قرار گرفتن چون اعتراض میکردن، اما آقای خامنه ای واستاد، دفاع کرد از آقای احمدی نژاد. قضیه هسته ای همینجور این مشکلاتی که فراهم شده مال همینه که آقای رهبر تو هر کاری دخالت میکنه و شما درست ببینید، شما درست نکته دقیقی رو گفتید. از فردا شروع میکنن همه سینه زدن که بله دستورات رهبر رو باید اجرا کرد، همشون از خودشون سلب مسئولیت میکنن و دنبال همین دستورالعمل آقا میرن که حالا ببینیم که این واقعا تالی فاسدش چیه، چقدر مضرات به جا خواهد گذاشت. به اعتقاد من آقای محمدی عزیز، ببینید شما یک اصلی رو نادیده گرفته، اینکه در نظام جمهوری اسلامی امر به معروف یکی از تقریبا واجباته، یعنی اصلا از واجبات هست. در مسیر همین امر به معروف است که نیروهای انتظامی، بیشتر بسیجی ها، سپاه پاسداران، سربازهای گمنام و صاحب نام امام زمان، اینها در خیابون ها چه به روز دختران و زنان و مردم آوردن تا این 30 و چند ساله و همینطور جوانان، پسران جوان. خب این امر به معروف، شما این ولی فقیه رو که بالای این نظام هست شما میگید که خیر ایشون این حق رو نداره. این خیلی حرف عجیبیست، یعنی ایشون حق نداره بیاد امر به معروف کنه، بگه آقا پزشکی باید اینطوری باشه، اقتصاد باید اینطوری باشه، کشتیرانی اینطوری باشه، بله، کشتی هم از کشتی آزاد، کشتی فرنگی باید اینطوری باشه، بله، تنیس اینطور بازی کنید بهتر، فوتبال اونطور. چرا نه، این امر به معروفه دیگه. حالا قبل از اینکه به امر معروف بپردازم، خب به قول معروف میگن بلد یک بلد شغندر. وقتی که اینجوریه وضعیت مملکت هم اینجوریه. یکی از این آقایون ملاها بالای منبر حتما شنیدید میگفت یارو میره به آقا ورزش تعلیم بده، میبینه آقا از نظر ورزشی او چقدر این معلومات داره، 5 تا کارگردان رفتن خدمت آقا، آقا گفته که فلان کارگردان رو میشناسین؟ هیچ کدوم گفتن نه. آقای سلحشور و دیگران گفته این 100 تا فیلم ساخته، اون یکی 110 تا فیلم. اطلاعات سینمایی آقا که اصلا دیگه بی نظیره. شعر وقتی میخونن میبینن آقاش، خب این تبلیغات رو میکنن. اما در مورد امر معروف و نهی از منکر، اتفاقا مشکلی که داریم جناب چالنگی همینه، از فروع دین است، از اصول دین نیست. امر به معروف و نهی از منکر و چی هست اون امر به معروف و نهی از منکر؟ نه اینکه برید مثلا در سوریه شما آدم سنی رو اونجا بکشی، باش نزاع داشته باشی، از اینجا اسلحه بفرستی، پول بهش بدی که اونجا سرکوب کنن، این میشه امر به معروف که آقا چرا تو نمیای شیعه علوی مثلا میشی؟ آقا بحث بر سر این هستش که در خود دین هم شما میفرمایید آقای فیروز آبادی گفته است دستور آقای خامنه ای دستور خداست. بسیار خوب، خداوند هم تو این مسائل دخالت نکرد آخه. کجا در مورد بیمه حرف زده؟ کجا در مورد این مسائلی که آقای خامنه ای صحبتش میکنه حرفی زده؟ مگر اینکه خب بس حکومت است. بسیار خوب، حالا اسمشو بذارین نهی از منکر، امر به معروف، اصلا دستور، به خاطر اینکه آقاست دیگه، در هر جا میتواند دخالت کند، یعنی از نظر عملی. قانون اساسی هم که خب کشکه، اصلا مسئله نیست قانون اساسی، و ساختار حکومت هم دوزار نمیارزه، برای اینکه ایشون خودشون یه حکومت جدا، ببینیم یه پارالل، یه موازی دولت دارن، بودجه دارن، همه چی در اختیار بیت رهبری هست. آقای روحانی یا هر کسی دیگری که میاد رئیس جمهور میشه، اون هم کارهای خودشو میکنه، 4 سال میمونه میره، ولی اصل حکومت در همون بیت رهبری خلاصه میشه. جناب چالنگی،
آقای صابری عزیز، این مشکلی که آقای محمدی اشاره میکنن در حکومت، به گفته آقای محمدی ولی فقیه چنین میگه، مگر دولت کشکه یا مجلس کشکه، حرف آقای محمدی است. و شما هم یک تضادی رو مطرح کردین که دولت هست، وظیفه دولت ولی فقیه چه کار است. من همه سعیم این هستش که روشن کنیم ساختار این حکومت چی هست، کی صاحب حق بیشتری است در این نظام، یعنی کی حرف اول و آخر میزنه. اما این مشکلاتی که شما آقای محمدی اشاره کردین و بسیاری دیگه، آیا ناشی از این نیست که دو نهاد کاملا متضاد در کنار هم هستن؟ یکی ولی فقیه که از سالیان سال میاد، ناصر خسرو شاعر، اندیشمند، متفکر و حکیم بزرگ ایرانی، این بیت مشهور رو داره که از شاه زی فقیه، یعنی به سوی فقیه، چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اژدها شدم. یعنی ناصر رو در اون زمان قرن پنجم چنین فقیه رو توصیف کرده که از بیم مور در دهن اژدها شد، گویی که این بیت رو برای انقلاب 57 ما گفته. به هر حال یکی فقیه هست، یکی جمهوری، رئیس جمهوری. این رئیس جمهوری برای یک نهاد دموکراتیک هست، یک نهاد غربی است، یک نهادی است که مخلوق دموکراسی است و پیوسته با شرایط دموکراسی هست. در ایران خب یک داستانی است دیگه، این رئیس جمهوری هر چنگای یک ملای شیعه ازش بیرون میاد یا یک کسی مثل احمدی نژاد و بقیه. برات این ناشی از این تضاد نیست به نظر شما؟ جناب چلنگی چرا دیگه، شما خودتونم گفتیم. ببینید شما تو عرض همین چند سال شما نگاه بکنید، از زمانی که آقای خمینی اومدن تا به الان، همیشه دو دولت شما سر کار داشتین. یعنی ولایت فقیه، خود آقای خامنه‌ای شما نگاه بکنید یه دولت برای خودش داره. یعنی آقای ولایتی وزیر امور خارجشه، وزیر دفاع داره، وزیر نمیدونم مسکن داره، همه چی داره دور بر. میبینید که تمام اینا هم که سریعا استعفا میدن میگن بیان رفتن تو دفتر بیت رهبری هستن. خب اینا همه دور بر این آقا جمع میشن، خودش یه دولته. یه دولت هم داره که ظاهری مردم میارن تو خیابون رو رأی میدن و که جامعه ایرانی که آقا یه انتخاباتی شده و اینا. شما میدونی، منم میدونم، سی و اندی سال همه داریم میبینن که ولایت فقیه یه دولت مخصوص خودش آقای خامنه‌ای قبل از آقای خمینی داشتن که دولت مخصوصی هست، یه دولت هم که اینجوری هست. حال شما میفرمایین که چرا ولایت فقیه چیزی رو که قانون گفته به ولایت فقیه، چرا شما مخالف، یا اینکه نباید مسئولین کشور گردن بدن به اون چیزی که آقای خامنه‌ای میگن؟ حق با شماست. آقای محمدی هم جواب قشنگ، من نمیگم گردن بگذارن. آقای صابری منو متهم نکنید، من نمیگم، من مسئولان دولت اولا خودشون داوطلبانه گردن میگذارن، چون طوق فرمانبری از رهبری جمهوری اسلامی رو به گردن انداختن. من حرف من این هستش که شما در یه همچین چارچوبی چرا انتظار دارید که ولی فقیه در پزشکی دخالت نکنه؟ خب آقای چلنگی درسته، شما میگید چرا دخالت نکنه؟ دخالت کرد و خواهد کرد که کشور اینجوری شده دیگه. دخالت میکنه که کشور به این روز افتاده. اگه دخالت نمی کرده بس بهتر می شده. این آقا از روزی که همه چیز رو نظر بهش میده، کوچکترین چیز رو نظر بهش میده تا بالاترین چیز رو، خب کشور اینجوری میشه. کسری بودجه شما میاری، صنعت کشور داغون میشه، آدمای روانی دور برات جمع میکنی به خاطر که کسی نمیتونی بیاد این حرفا رو قبول بگی. یه آدم متخصص درست پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. با من و شما هستن در استودیو لندن آقای ناصر محمدی روزنامه‌نگار و در استکهلم سوئد آقای فرده صابری. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر.
خب آقای محمدی عزیز، ببینید بحث پارلمان اروپا یکی از بحث‌های داغ هست. قطعنامه‌ای که پارلمان اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران صادر کرده، این قطعنامه اولین نیست، قطعا آخرین هم نخواهد بود. اما واکنشی که در تهران نشون داده شده، واکنش‌های متناقضی در شرایطی که دولت حجت الاسلام روحانی خواستار اینه که یک مقداری تنش بین حکومت ایران و غرب رو، اروپا و آمریکا رو، یک مقداری کاهش بده، این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ این واکنش به این شکل گسترده، این هراس به این شکل گسترده. ببینید جناب چلنگی، الان دور سوم مذاکرات امروز شروع شده است و مسئولین نظام جمهوری اسلامی و همچنین مقامات غربی میگویند مقدمه ایست برای اینکه اختلافات را حل بکنیم. آقای ظریف میگوید تمام مسائل مربوط به مسئله هسته‌ای رو بررسی بکنیم و در راه رسیدن به توافق نهایی گام برداریم، توافق جامع. ولی این وسط جناب چالنگی، از روز اول به اعتقاد من، اولا استحضار دارید حتما که وقتی اون توافق ژنو رو امضا کردند، موافقتنامه بیرون آمد، جزئیاتش رو در اختیار حتی نمایندگان مجلس قرار ندادند. بعدن با سفر خانم اشتون به تهران و دیدار او با مادر آقای ستار بهشتی و نرگس محمدی و دیگران، مشخص شد، اخبار بیرون آمد که یکی از شرایطی که اتحادیه اروپا به طور کلی پنج به علاوه یک تعیین کرده مسئله حقوق بشره. بعد دیدیم آقای بانکیمون وقتی که اعتراض کرد، اعتراض ها در ایران سر صدا بسیار بلند شد. در مورد سفر خانم اشتون بیلبورد ها آمد و اون اعتراضاتی که شما بهتر از من میدونید. حالا در مورد قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا، باز دوباره اعتراض ها شروع شده است. آقای روحانی به ویژه دیروز فرمودن که اتحادیه اروپا 60 تا قطعنامه در 4 سال گذشته صادر کرده و اینقدر سر و صدا نمیشد. حالا چیزی نشده که، یه نکات مثبتی هم داره، اما بازم تکه کردند که اتحادیه اروپا کوچکتر از آن است که به ملت ایران توهین کند و از این حرفا، از همون حرفایی که آقای احمدی نژاد میزد که به ملت ایران نمیشود گفت و قدنامدانتان رو بنمیدن پاره بشه و از این حرفا میزدن. اما به اعتقاد من جناب چالنگی، این روند مذاکرات هسته‌ای گره خورده الان با مسئله حقوق بشر، تعارف هم نداره. اون چیزی که جمهوری اسلامی ازش میترسه و رهبرش اتفاقا آمده گفته است اگر هم ما همه شرایط قبول کنیم، باز هم دشمنان مسائل دیگر رو مطرح میکنن و دقیقا اشاره کرد، 3 هفته پیش دقیقا اشاره کرد که اینها حقوق بشر رو هم مطرح خواهند کرد. بنابراین اون چیزی که جمهوری اسلامی رو میترسونه همین مسئله حقوق بشر. از طرف دیگر غرب و به طور کلی پنج به علاوه یک، جناب چالنگی، الان دست بالا رو داره، دیده که تحریم ها کارگر شده است، تحریم ها کار رو به جایی رسونده که نظام جمهوری اسلامی بعد از سالها که بازی کرده در استانبول و بغداد و مسکو و آلماتی و غیره، حالا اومده نشسته سر میز و واقعا عمل داره میکنه، به تعهداتش داره عمل میکنه. از 20 ژانویه بنابر آنچه که آژانس گزارش داده عمل کرده، داره رقیق میکنه قنیس اورانیوم 20%شو و کارهای دیگر رو، حالا وارد اون جزئیات نمیشم، ولی بسیار بسیار مسائل دارن تا به اون توافق جامع نهایی برسند، هم از نظر مسئله هسته‌ای که بسیار مسائل پیچیده‌ای در راه است، هم از نظر مسئله حقوق بشر. اون حقوق بشری که جمهوری اسلامی روش بسیار حساسه و می‌بینیم که آقای محمد جواد ظریف چجور واکنش نشون، ببخشید، محمد جواد لاریجانی چجور واکنش نشون میده در مورد گزارش احمد شهید و یا گزارش‌های دیگری که در این زمینه حقوق بشر منتشر میشه. و هر حال من فکر میکنم مشکل بزرگی رو جمهوری اسلامی در مسئله هسته‌ای باهاش مواجه هست. آقای صابری عزیز، به نظر میرسه که اتحادیه اروپا در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران به هر حال موضع روشنتر و گسترده تری رو اتخاذ کرده.
و همین نگران کرده حکومت ایران رو، یا خیر یک موضوع سنتی است و حرفاش زده میشه بی اثر؟ جناب چلنگید، اولا که جمهوری اسلامی از من شما بهتر میدونه این ماده ای که الان هم آقای محمدی گفتن مسئله حقوق بشر، این سال 2004 در اتحادیه اروپا، اون زمان خودم چون کارم بود کار میکردم در اونجا، نادیده شده بود. البته 20 ماده نبود، 24 ماده بود درش. البته الان کم کردن، 4 ماده شو برداشتن. البته مایه مثلا سنگسار و نمیدونم یه چیزای دیگر هم بود که الان دقیقا یادم نیست، که 20 ماده کردم. ولی قشنگ یادم اون زمانی که اینو تر میکردم به تمام کشورها توش زیرش نوشتن، یکی ایران باید دست از برنامه اتمیش برداره، دست از تروریست، پشتیبانی از تروریست رو برداره و مسئله حقوق و بشر رو رعایت بکنه. این مسئله حقوق و بشر رو زمانی که اینها همین الان هم آقای محمدی عرض گفتن، اون تو قشنگ شرح داده شده که اینها زیرش امضا کردن. آقای ظریف زیر این قرارداد امضا کرده به مسئله اتمی، یکی از اون بنداش مسئله بند حقوق بشر بود، وگرنه که اتحادیه اروپا نمی اومد که همچین کاری رو انجام بده بعد از پارلمان اروپا. پارلمان اروپا منظور منه، که بیاد بعدش این کار انجام بده. اتحادیه اروپا مسئله ما، همین در حد دو ماه سه ماه گذشته چندین کنفرانس داشتیم، چندین نشست داشتیم با اتحادیه اروپا سر مسئله حقوق بشر در مورد ایران. نظرات خواستن، ما نظرات اعلام کردیم، از داخل ایران نظرات اومد بیرون، از بیرون نظرات اومد که آقا بر اساس چی ما میگیم حقوق بشر. اینا رو همه رو نوشتن، کنفرانس ها بود نوشتن اینا و بردن اونجا صورت جلسه کردن، به یه چیزی رو نوشتن و اینو عنوان کردن. حال شما نگاه بکنید که آقایونی که اومدن اعتراض کردن، شما ببینید آقای علی لایجانی که میبینید که معمولاً با بددهنی صحبت میکنن، با گفتن نمیدونم پریشانگویی اینا، آقای نقدی هم که خیلی از کلمه بدتر استفاده کردن، آقای فیروز آبادی هم اونجوری، ولی آقای ظریف و آقای مثلا شما نگاه میکنین آقای ولایتینا یه مقدار ملایمتر صحبت کردن، چون میدونن که آقای جواد ظریف زیر قرارداد نوشته و باید اینا این قرارداد قبول بکنن. و آقای روحانی هم ببینین خیلی آرام الان داره میره جلو بدون سر صدا این مسئله رو داره جلو میبره. و به همین دلیل من فکر میکنم که این مسئله حقوق بشر مسئله مهمی هست و این حقوق بشر جمهوری اسلامی ازش میترسه، به خاطر این که وقتی شما صحبت حقوق بشر در ایران میکنی، یعنی که خصلت این جمهوری اسلامی رو بهش خدشه‌دار میکنی، یعنی حقوق بشر، چون اینا با آدم کشی و زندانی کردن اینا عادت دارن، به سر کار موندن. اگر شما این حقوق بشر رو بخوان اینا رعایت بکنن، دیگه جمهوری اسلامی نیست، اینا بلافاصله میان پایین، یا اصلا یه طور دیگه میشه جامعه ایران، به این شکل نمیشه اینا. این مسئله اساسی. آقای محمدی، ببینید یکی از خبرهای مهم این روزهای اخیر آزادی سربازان به گروگان گرفته شده توسط جیش العدل بود. بله. اقدامی به هر حال مثبت، جان امیدواریم سرباز پنجم به قتل نرسیده باشه اونطور که پیشتر اعلام کردن، و امیدواریم و آرزو میکنیم که به خانوادش بازگردانده بشیم. این اتفاق، این رویداد، سازمان تروریستی جیش العدل چون این اقدامی رو انجام داد و بعد آزاد کردن سربازان ایران. ببینید اینو الان شما وقت نگاه پش میکنید چه تفسیر و تحلیلی دارید؟ ببینید از این بابت. بله، جانشین فرمانده نیروی انتظامی معذرت میخوام، اتفاقا روز گذشته صحبتی در این زمینه کرد و گفتش که اساسا مسئله این گروگانگیری یه قدری مبهم است، یه قدری رازآلوده، ما هنوز نمیدونیم چیه. این رو جانشین، معذرت میخوام، جانشین فرمانده نیروی انتظامی و رئیس مرزبانی کشور عنوان کرد و واقعیت هم همین است که البته بسیاری اطلاعات رو جناب چلنگی در اختیار نگذاشتن، مخصوصا الان هم باز مسائل انحرافی رو عنوان میکنند،
این که این چهار نفر رو آزاد کردن، البته جیش العدل در اعلامیه خودش، در بیانیه خودش میگوید به واسطه علماء سنی و جامعه سنی منطقه که اونا واسطه شدن ما یک چنین کاری کردیم، به خصوص مولوی عبدالحمید. به خصوص مولوی عبدالحمید. ولی مسئله این استش که به احتمال قوی بنده فکر میکنم اگر اینها این چهار نفر رو آزاد کردن، قطعا در مقابلش یک سری خواست ها داشتند. قبلا هم صحبت میکردن که وقتی ما بخوایم آزاد کنیم بایستی که تعداد زیادی از زندانیان خود ما که الان در زندانهای جمهوری اسلامی هستند آزاد بشن. الان گزارش ها نمیگوید، به واسطه این که خود خبرگزاری های جمهوری اسلامی در واقع شاید سانسورش میکنن یا خبر ندارن، که چند نفر را آزاد کردن، چه داده اند تا این چهار نفر آزاد شدن. و الا عقل قبول نمیکنه که یه گروهی بیاد گروگان بگیره بعد یک نفر رو بکشه بگه من این رو به خاطر علی نارویی کشتم چون اینها رفتن در زندان درست به فاصله یک هفته او رو به قتل رسوندن، اونها اومدن این پاسدار رو به قتل رسوندن، پاسدار مرزبان رو. به هر حال هنوز ماجرا روشن نیست و من فکر میکنم به اعتقاد به احتمال بسیار زیاد یه ما به ازایی گرفتن، یه چیزی گرفتن که اینها رو آزاد کردن. اما اگر بخوام اجازه به من بدید یک نکته رو اشاره کنم و اون این استش که تمام این مسائل چیزیست که خود جمهوری اسلامی به وجود آورده که حالا در هر گوشه ای مثل قارچ گروه های تروریستی سبز میشن. این از همون ریشش در حزب الله و حماس و غیره است که سابقه شو میدونیم 35 ساله دارن از این گروه ها حمایت میکنن. خب به امید روزی که هیچ اقدام تروریستی در هیچ جای جهان نشه، بسیار آرزوی مشکلی است، امیدواریم چنین بشه. حداقل به امید روزی که هیچ حکومتی مقامات تروریستی رو در سمت‌های مهم نگماره، نه اینکه در هیچ سمت، و بتونن تروریست ها رو مجازات کنن، مجازات بر اساس قانون. هم در حال حاضر به طور نمونه یکی از تروریست هایی که در حکومت ایران صاحب شغل بالاست، خانم معصومه ابتکار هست، در گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی که میلیاردها دلار به ایران و مردم ایران ضرر زد. بعد تروریست های دیگه مثل پور محمدی و بسیاری دیگه که در اقدامات تروریستی و آدم کشی نقشی مستقیم داشتن. با امید روزی که هیچ دولتی هیچ عنصر تروریستی رو در ترکیب خودش نداشته باشه و پایه و اساسش بر اساس تروریسم نباشه، آنچنان که در 35 ساله در ایران شاهد بودیم و در نقاط دیگه جهان. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. سپاسگزار هستیم آقای ناصر محمدی عزیز در استودیو لندن و آقای فرده صابری گرامی در استکهلم سوئد. با ما در تماس باشید، با نشانی هایی که روی صفحه میبینید احتمالاً، و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. با سپاس بسیار به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سهند و سبلان، آسماری، الوند، کوکو، ساران، دراک، زگرس، دلاهو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.